بندی روی بحث گذشته بود بکنم قبل که وارد بحث امروز بشیم. ببینید، عرض کردم که رابطه ریاضی و فیزیک بدین قرار بود که فیزیکدون ها ریاضیدون هایی خیلی خوبی بودن، فیزیکدون های اولیه بعد از رنسانس، و در واقع ریاضیات را به اقتضای نیازی که داشتن پرورش می‌دادن. مثل این که مثلا نیوتون احساس کرد برای نیاز به کلکولس داره، اینه که اونها را انداخت. تو قرن 19 هم قضیه تغییر کرد، ریاضیدون ها مسیر خودشون را پیش گرفتن و ریاضیات که کاری هم به فیزیک نداشته باشه به پرورش دادن. البته بعضی از این ریاضیات بعداً در فیزیک مفید واقع شد، مثل ماتریس ها، مثل فضای هیلبرت، مثل هندسه ریمنی. اینا را به نیت فیزیک اینا پرورش ندادن ولی مفید تو فیزیک واقع شد. فاز بعدی این بود که وقتی که نظریه کوانتوم را پرورش دادن، از یه طرف خیلی این نظریه موفق بود در مقام توجیه آزمایش ها، و از طرف دیگه از نظر فهم کاملا مشکل داشت، به طوری که حرف خود بور بانی قضایی ها اینه که هرچی بگیرم کوانتوم رو فهمیدم، کوانتوم رو نفهمیده است. این حرف سریعشون بود، فاینمن تا این آخری هم این حرف رو زد. یعنی سال حتی 1982 تو اون مجله عرض می شود که اینترنشنال جورنال آف تئوریتیکال فیزیکسش، رو مقاله‌ای که راجع به مقدمات همین کامپیوتر ها اینا بود، اینفورمیشن تئوری اینا بود، تو اون مقاله ذکر کردیم قضیه که خلاصه جی جی میاره فهم کوانتوم. ولی بعدن چون اهمیت ندادن و فقط توفیق ریاضی را لاش کافی دونستن، این قضیه سرایت کرد به استرینگ تئوری. فقط یه فرق اساسی استرینگ تئوری با کوانتوم داشته، و اون که کوانتوم لااقل در تمام موارد اگه ادعای کرده مستند به تجربه است. یعنی تمام مواردی که تا این زمان نظریه کوانتوم پیش بینی کرده با تجربه میخونه. این فرق اساسی رو داره. و بعد آخری دستم هشدار فیزیکدون ها و بعضی از ریاضی فیزیکدون ها بود که ما نباید شهود فیزیکی را کنار، فهم فیزیکی را کنار بذاریم. بعد از این مقدمات ما حالا میخوام وارد نظریه کوانتوم بشم. بعد سوال داشتم، نظر اینکه راجع به قضیه بوده چی بود؟ خود اینکه اصلا واردش نشد. ببینید، اصلا واردش نشد مثل اینکه اصلا نشنیده باشه، اصلا واردش نشد. جالب اینست که هیچ کدوم اونایی که مجاور گودل بودن، مثل ویگنر مثلا، هر دوشون مجاری بودن، اون زمان هم هر دوشون تو مجارستان بودن، اصلا وارد این قضیه نشد. بعدن حالا من این بوشت برسم، امروز نمیرسم قضیه فرمای من رو براتون بگم، ولی جلسه بعد میرسم. بعدن که دید این قضایی ها اینطور اتفاق افتاده، اون وقت ویگنر اومد گفت که حتی فون نویمن هم اگه این حرفا رو زد دلایلش این نبود، دلایلش چیز دیگه بود. مثلا اینه که نه، اینا اصلا وارد نشده بودن. فیزیک دونا بعد از یه قضیه متوجه این قضیه گودل شدن، و اون که یه میز گردی بود تو، یادم هم نیست محل میز گرد، تو اروپا بوده یا تو آمریکا، ولی جرمن بوده و یه فیزیکدان دیگه بوده و جکی کشیش فیزیکدان فیلسوف بود، خیلی دارم برجسته ای بود آقا. جرمن ادعا میکنه که ما به نظریه یه همه چیز رسیده. جرمن ادعا میکنه، اون وقت جکی بهش میگه که مگه شما قضیه گودل نشده؟ میگه نه نشده. وقت بعد جکی باز نقل میکنه که یه چند وقت بعد از این قضیه که گذشت، یه دوستی از کالیفرنیا نوشت به من که گرمن یه سمینار گذاشته و رو قضیه گودل سمینار داد. اینه که از دهه عرض می شود که این قضیه، من دهه 70 و این هست،
از دهه 80 به بعد بود که یکی فیزیک دنها وارد صحنه شدن و هیچ کدوم هم دیگه رد در مقام ردش بر نیامدن. اونا که باید تلاش بکنن تلاش کردن، بعضی ها پرورشش دادن، بعضی فیلسوفا تو قضیه اومدن، اونا یه حرفایی زدن. عرض میشه بعد که بعد پنروز وارد شد، دو سه تا کتاب نوشت دیگه، بعد هم هیچ فهمیدن که لااقل نمیتونن رد کنن. و چون به طور اساسی ریاضی وارد فیزیک شده، اینه که گفتن که نه، فیزیک انتهایی نداره، ریاضی هم انتهایی نداره. شما اگر چیز را این سخنرانی هاکینگ را توی سال 1903 هست یا 2003 هست، سال 2003 توی اینترنت بزنید بیاد ببینید، به مناسبت 120 سال تولد دیراک یه مراسمی هست تو کمبریج، و اونجا سخنرانی میکنه، میگه خیلی از ما مایل بودیم که تئوری همه چیز رو بهش برسیم، ولی حالا دیگه داره برامون روشن میشه که نه فیزیک انتهایی خواهد داشت، نه ریاضی انتهایی خواهد داشت. و اتفاقا به قضیه بدهنی تئوری ام هم اشاره میکنه. جالبیش اینه همین تئوری ام که اخیرا علم کرد که یه حرفایی بزنه، اون موقع خودش میگه تئوری ام هم همینطور. 2003 نه، فیزیک دونه واردش نشده بودن، جدی نمیگرفتن. چیزی که خیلی زود به اصطلاح ما خیلی زود دوزنیش افتاد، خیلی زود متوجه شد خود هیلبرت، برای که هیلبرت دنبال این بود که تمام ریاضی را تقلیل بده مثلا به ست تئوری تمامشان، و اون یک که خورد، نه هر دوشون هم مجالی بودن، هر و هم بودن، منتاش اونها دیگه ایش کدوم متوجه نشدن، هیلبرت خوری متوجه شد، برنامه‌شو متوقف کرد. بله، سفت و سخو هیلبرت هم در واقع یه رکن اساسی ریاضیات بود تو اصلا تو جهان اون موقع، و تنها کسی بود که دنبال این بود که تمام بساط ریاضی را تقلیل بده. نه، فیزیک اونها واردش نشده، ولی الان نگاه کنید بدون استثناء آدمای مهم وارد شدن و بحث کردن و نتایج متفاوت گرفتن، ولی همش آکی از این که ما نمیتونیم به ته قضیه برسیم. اینه حرفشون. خب حالا من بخوام وارد نظریه کوانتوم بشم. نظریه کوانتوم را دو راه میشه طی کرد، و من سنتاً وقتی درس کوانتوم داشتم اول مسیر تاریخی را طی میکردم. مسیر تاریخی که طی بکنید بفهمید چگونه یه ایده ها اومد کار، ولی کتاب ها الان اینطور نیست، به صورت از بشورت اصولی اصولگرایانه یه عده فرض میکنن و همه چیز را از روش به دست میارن، یعنی خلاصه اون یافته های قبلی را به صورت اصل قبول میکنن و میرن جلو. مثل اینکه شما برای ترمودینامیک دو راه دارید، یه راهش از همین راهی که طی میکنید که یه چیزی یا جرد میکنید، اگه در مجاورت یه چیز سرد قرار بگیره منتقل میکنه، یه ایده به اسم دما دارید، یه ایده به اسم انرژی دارید، باند بقای اصل اول ترمودینامیک دارید، باند بقای انرژی اصل دوم ترمودینامیک را، اینا را هی بعد بهش میرسید و اضافه میکنید. یه راه دیگرش این است که نه، شما اصلا از اول بیاند یه چیزایی خیلی سطح بالا را به عنوان اصل بگیرید، همه اونا را ازش به دست بیارید. به نحوی اینجا رسم نیست، ولی مثلا اون وقت که ما برکلی داشتیم درس دکترا برای همین استاتیستیکال مکانیکس و ترمودینامیکا اینا همین به صورت اصل گونه واردش میشوندن. اصل اول دما مساوی یک تقسیم بر دما مساوی با مشتق آنتروپی نسبت به خودان، یعنی یه چیزایی به عنوان اصل قبول میکنید و بعد وارد قضیه میشید. اینجا معنی حاصله، چون بخوام رو اینا بحث بکنم، حاصل چیزایی که به عنوان اصل قبول میکنند را اینجا میگم، 4-5 اصل قبول میکنند و همه یک کوانتوم مکانیکس را بنا میکنند، از رو اونم یه چیزایی به دست میارند. نکته اینه که کوانتوم مکانیکس دو تا بُعد داره، یکی توفیق تجربیه که رو این هیچ کس شکی نداره، یکی فهم قضایی هست که شما شروع فرق قول فاینمن شما یه اینپوت میدهد یه آوتپوت میدهد، این وسط هم یه بلک باکس که هیچ توش نمیتونی بگونی این طور میره اون طور میره و غیره. حالا مثال پارادوکس عرض میشه و دوبروی اینا رو که براتون بگم متوجه میشه، اصلا وارد تصمیم میگیرید وارد وسط قضایی ها نشید، فقط ابتدا و احتمال خروج.
با یه نتیجه معین اینا رو بحث می‌کنیم. حالا من اصول کوانتوم مکانیکس را به صورت اصل بار براتون بگم تا اصول کوانتوم مکانیکس. اصل اول اینه که هر سیستمی به وسیله یه تابع حالت معین میشه، یه تابعی از زمان که اسمش رو بذاریم تابع حالت. و حالت‌های مختلف سیستم یه فضا تشکیل میدن، اسمش رو بذاریم فضای حالات سیستم. و این هم میگون که فضای هیلبرت. پس هر سیستمی به وسیله یه تابع حالت مشخص میشه، هر اطلاعاتی هم بخواد راجع به این سیستم فقط از این تابع حالت میتونید بگیرید. اطلاعاتی رو که این تابع بهتون نده، این بردار یا این تابع، معمولا میگن بردار. اطلاعاتی رو که این بردار بهتون نده، از راه دیگه نمیتونید به دست بیارید. یه ادعای مهمی ها را خواهید. خب بعد میان این تابع حالت رو تو فضاهای مختلف میتونن بیان کنن. اگه تو فضای مختصات باشه، یعنی فضای معمولی که زندگی میکنید، این حالت را به این صورت نشون میدن. و این هم میگن تابع حالت. ولی میتونستید بیان تو فضای عرض میشود که مومنتوم برید، تو فضای انرژی برید. بنابراین تو کوانتوم مکانیکس معمولی فضاهای مختلف ارجحیتی بر هم ندارن، همه با هم معادل هست. خب این اصل اول. اصل دوم اینه که تحول زمانی این بردار حالت، تحول زمانیش از معادله شرودینگر به دست میاد. آی اچ بار، من چون شما یه دوره یه کوانتوم مکانیکس داشته دیگه وارد چیز نمیشم. و تو فضای مختصات این معادله اینه. دوم اینه که تحولات زمانی سیستم از این معادله تبعیت می‌کنه. خب اصل سوم اینه که به هر کمیت فیزیکی آ یه اپراتور هرمیتی تعلق می‌گیره. که به این علامت نشون میدن به هر کمیت فیزیکی آیه اپراتور هرمیتی تعلق میگیره، مقادیری که و مقادیری که این کمیت در تجربه نشون میده مقادیر ویژه این اپراتور هست. بنابراین A مثلا فرض کنید که روی سی J که اثر بکنید میدهد A سی J. میدونید اگر یه اپراتور روی تابعی اثر کنه یه تابع دیگه میده، او حالت هایی که وقتی که اپراتور روی حالتی اثر کنه یه عدد میده ضرب در اون، اینا رو اسم میذارن حالت های ویژه. فرض اینه، یه فرض اساسی، که مقادیری که این کمیت در مقام تجربه نشون میده
مقادیر ویژه این اپراتورن. مثلا برای اتم هیدروژن که این وی را می‌ذارید منهای ای دو تقسیم بر آر یا منهای ای دو تقسیم بر چهار پی اپسیلون صفر آر، مقادیر که به دست میاد همین مقادیره که جواب معادله شرودینگره، منهای 13.6 هم یه چهارمش یه نهمش یه 16مش بقیه. پس اینم شد اصل سوم. اصل چهارم اینه که مقدار متوسط این کمیت که به این علامت نشون میدم از این عرض میشود که رابطه به دست میاد، که اگه تو فضای مختصات برید میشه سی استار ای اپراتور سی دی. مقدار متوسط از این رابطه به دست میاد. عرض میشود که اصل بالاخره اصل پنجم از اسمش اصل تصویر یا پروجکشن پاسچولت، اصل تصویر میگه اگر سیستمتون در حالت سعی باشه و شما بخواید سیستمی که تو این حالت سعیه کمیت A را براش اندازه گیری کنید، فرض کنید که این A مقادیر ویژه‌اش باشد A1 A مثلا J و توابع ویژه‌اش باشد Psi J، اون وقت این اصل اینه میگه خب اینا میشه معمولاً هر حالتی را میشه بر حسب یه مجموعه ای از حالات بست داد. اینا میتونید ثابت بکنید که اپراتورهای هرمیتی بردارهای ویژهشون یه دسته کامل بردار تشکیل میدن، پس هر برداری را میشه بر حسب اینا بست داد، پس سعی را میشه بستش داد بر حسب سی که. شما میخواید بیان کمیت A را اندازه گیری کنید که اپراتور مربوطش S در حالت سعی به اینو میگهد اگه این را در این حالت اندازه گیری کنید و این سعی یه همچی بستی داشته باشه با احتمال CK به قوه 2 که ضریب حالت سعی CK ضریب سعی که هست، به احتمال CK به قوه 2 شما مقدار AK را به دست میدید، یعنی سیستمتون در حالت سعی خواهد. و اصل تصویر میگه که وقتی که شما در این حالت این کمیت را اندازه گیری میکنید یه دونه از این مقادیر را به دست میارید با این احتمال. چجوری این حالت تقلیل پیدا میکنه؟ حالتی که مجموعه ای از حالات بود تقلیل پیدا میکنه، معمای اصلی حل نشده کوانتوم مکانیکس است تا این زمان که بحث مفصلمون خواهد بود. این حالتی میگه که حرف بور رو حالا چرا به سراغ این فرض میرند و در طول بحثمون خواهیم دید امروز تو جلسات بعد. ببینید حرف هایزنبرگ و اینا اینه و دلایلش هم بعد از بحثی که راجع به پارادوکس دوبروی کردم خواهید دید چرا این حرف را میزنم. میگه الکترون مکانی نداره تا وقتی که شما مکانش اندازه گیرید. اگر الکترون به وسیله یا مثلا انرژی نداره تا وقتی شما انرژیش اندازه گیری کنید، یا مومنتوم نداره تا وقتی مومنتومش اندازه گیری. وقتی که شما میخواید مومنتومش رو اندازه گیری کنید، حالتی که فعلا سیستم توش هست بیان بر حسب بردارهای ویژه مومنتوم بس بده، اون وقت میتونید بگون با چه احتمال چه مقداری فعلیت پیدا می‌کنه. حرف هایزنبرگ این بود که سیستم جرایشا را یه سری استعدادا را با خودش هم میکنه. سیستمی که تو این حالته میتونه گرایش داره که تو حالت سعی یک باشه تو سعی دو باشه با این احتمال، و
وقتی که شما اندازه گیری میکنید یه دونه از اینا فعلیت پیدا میکنید. این حرفی که سیستم کمیت دینامیکی بالفعل نداره تا وقتی که اندازه گیری کنید یکی از قلیل‌ترین چیزاست که براحتی اینا قبول کردن به خاطر اینکه سیستمشون موفق بود. البته یه ده امثال شرودینگر هم خب مقاومت کردن، گفتن هرچی این حرف رو بزنید احمقه بالفطره است. یه شخصی در حد شرودینگر این حرف رو زد، ولی به هر حال این حرف خیلی سریعشون بود. نوشته هاشون هست مستند که میگن تا وقتی کمیتی رو اندازه گیری نکرده اون کم سیستم اون مقدار مشخصی برای اون کمیت نداره. درسته، آخه این کمیت ها چیز عجیبه، این سنی که خودمون تعریف کردیم. درسته حالا احمد بود. نه، خودمون تعریف کردیم، میگید این حرفا نزنید، به این تئوری دون رو کامل کنید. میگید برای نجات یه تئوری به هر حرفی متوسل نشید. حرفش اینه، حرف انشتن میگفت تئوری ناقص. اگه حالا میبینید، بحث امروز راجع به پارادوکس دوبروی میکنم، میبینید اونا میان میگن شما یه کمیت هایی هست نمیدونید، اگه اون کمیت رو میدونستید اون وقت میتونستید بگون چرا این انتخاب شده یا اون انتخاب شده یا اون انتخاب شده یا غیره. این ناشی از جهل شماست. ولی اینکه میان بگم نه این آخر خطه، هیچی دیگه هم اضافه نمیشه، آخر خطه و شما اصلا راجع به داخل سیستم حرف نزنید، این از نظر انشتین، شرودینگر، دوبروی اینا یه حرف پوچ بود و به هیچ وجه زیر بار نمی رفتن. ولی جامعه فیزیک قبول کرده و همون کرده. حالا این متغیر پنهان با اون فرض نان لوکالیتی چیز نداره؟ بحثش هم میکنه. بحثش هم میکنه. چون الان بحث به کلی قطع میکنه، توضیحات مفصل میخواد میاد میبینی. تو تئوری که بوم ساخته با نان لوکالیتی مشکلی ندارید واقعا. و خب این اصول از میشود که پنگانه یک کوانتوم مکانیکس بود. حالا ببینید این اصول مورد قبول همشون بود با درجات مختلفی از تأکید و این رو بهش میگن که تعبیر کوپنهاگی. منتها جالب اینه که هم استاپ میگه که با تمام این بزرگان مکاتبه داشت و نظراتشون رو پرسید و اختلاف نظرشون رو پرسید و اینا که به این نتیجه میرسه که حرفاشون رو واضح نمیزنن و یکی از دلایل باقی موندن این مکتب هم همین گنجی قضیه هست، از گنجی استفاده کرد. نمونش هم میخواین ببینید حرف ویتسکره. ویتسکره آدم کمی نبود، یه فیزیکدان درجه اول موفق و ضمناً یه فیلسوف، هم مهمترین شاگرد هایزنبرگ. ویتسکر میگه من نامه نوشتم به بور و گفتم برداشته شما از مکملیت کدوم یک از این چیز هاست؟ اینه یا اینه یا اینه یا اینه؟ گفت ایش کدوم؟ گفت ایش کدوم؟ و شما حالا میان سر مکاتبات اخیر. جالب اینه که حالا فیزیکتون ها یه مقدار زیادی شجاعت به خرج میدن. شما یه کتابی بودی که از دوستان برای من فرستاد از آکسفورد، دست خط بل را میبینید به همین دوستمون، این هم سریشه جده تو کتاب که صاف سریع با اون خیلی چیزا را نفهمید واقعا، خیلی با جرأت و شجاعت ادعا میکنه که خیلی چیزا را نفهمید، ولی خب اتوریتی داشتن و مرجعیت و اونم ملاک بود، مثل که حالا خیلی همین چیزا ملاکه و حرفشون را زدن. خب ولی اینا درجات مختلف تأکید داشتن و در ظاهر یه جور عمل میکردن، تو جلسات خصوصی یه جور دیگه عمل میکردن. اگه شما این کتاب دیالوگ را بخونید مال خانم ماریا بلر با همراه با یه فیلسوف آمریکایی نوشته، داستانهای تفصیلی جلسات اون موقع اینا را میگه، میبینید که شما هایزنبرگ در حالی که در حالت به صورت ظاهر اصل مکملیت بور را قبول داشت به هیچ وجه نیازی به این اصل نمی و فقط از باب مماشات با بور سکوت میکرد یا در ظاهر یه اسمی ازش برد، میگفت این همه از قدم قطعیت منه، منتهاش به زبان توصیفی اون، به زبان ریاضی این، به زبان توصیفی
ولی اعتقادی نداشت. انشتن که صریحا میگفت مثلا حالا اونو من جزء اینا نمیگیرم، ولی خود هایزنبرگ مخالف بود، دیراج مخالف بود با مکملیت. ولی به هر حال به صورت ظاهر اینا هر کدومشون تأکید روی یه چیزی داشتن. من تو چند تا کلمه میخواستم یه چند نفر را بدم. بور خودش هر یه سخنرانی داره که این سخنرانی در 1927 ملاک شد بر قضاوت راجع به ایده بور، و اون اینجا حرفش این بود که میگفت ما نمیتونیم یه توصیف علمی و یه توصیف زمانی مکانی در آن واحد از یه سیستم داشته باشیم. اگه بخند بگون سیستم در چه زمانی در کجاست فلان، توصیف علمی نمیتونین ازش بداشته باشیم، و اگر توصیف علمی داشته باشین نمیتونین بگون کجاست و چی و این حرف. اولش میگفت دو تا توصیف با هم قابل جمع نیست، بعد متوجه شد که خیلی چیزا با هم قابل جمع نیستن. مثلا اصل عدم قطعیت هایزنبرگ که ظاهر شد، متوجه شد که مکان و مومنتوم هم با هم نمیتونین همزمان دقیق اندازه گیری. اینه که یه ایدهی به اسم مکملیت را ارائه داد، و باطن حرف مکملیت این بود که شما یه تصویر واحد نمیتونید از سیستم فیزیکی دور برید. یه سری آزمایش هاست اگه بکنید اینا موج میابید، یه سری آزمایش هاست اگه بکنید ذره میابید. نه، و حرفش این بود که بعدم اصلا دوباره این که تو دهه سی اینا که این یه اصل فلسفی بکنید به همه چی حاکم بکنید. مثلا میگفت که پدر اگر خشم بکنه نسبت به فرزندش، جنبه عدالتش و جنبه محبتش دو وجه جمع نشدنیه، اگه اینا بیشتر کنید اون کمتر میشه. میخوام بگم که اینقدر اعتقاد پیدا کرد به این اصل مکملیت که اینا به همه حوزه های حتی به مثال سازمان ملل و نمیدونم این که چقدر کشور استقلال دارن اگه بخوام بوده به اینا به این مثال ها متوسط شد، برای که بگید اصل مکملیت یا اصل حاکمی. برای بور تصویر همه چی بر اساس اصل مکملیت. اگه صحبت عدم قطعیت هم کرد در مقام مماشات بود، میگفت در واقع عدم روابط عدم قطعیت یه بیان ریاضی هست از اون چیزی که توی اصل مکملیت من هست. پس بور این بود حرفش. هایزنبرگ چی بود؟ هایزنبرگ براش روابط عدم قطعیت اصل بود، و اینکه شما نمیتونید تصویر علمی از قضایا به دست بدید، و اینکه شما فقط بیان احتمالی از قضایا میتونید داشته باشید، با اگر این مکان را اندازه گیری کنید با چه احتمالی این را میابید. نمیگفت این با چه احتمالی اینجا بوده، و گفت با چه احتمالی این را میابید، یعنی مکان براش خلق میشه. این حرفش. پس یکی صحبته عرض میشود که حاکم نبودن علمیت را کرد، صحبت از احتمال کرد و اینکه به صورت استعداد با سیستم هم میشه، صحبت از این کرد که شما به هیچ وجه نمیتونید صحبت از مسیر الکترون بکنید، و صحبت از تصویری از قضایا بکنید، این کارها را نمیتونید بکنید. و بالاخره حرفش این بود که کوانتوم مکانیک صرف آخر بلکه تصویر علمی هم چی؟ یعنی که بگون چی باعث چی میشه. الان که این نوترون واپاشی پیدا کرد، چی باعث شد که الان واپاشی پیدا کنه یه دقیقه قبل نکرده بود؟ اون یه نوترون که بعد واپاشی میکنه چه علتی باعث شد که اون این کارو بکنه؟ تصویر علمی یعنی بگون چه چیزی باعث چه چیزی شد. منظور اینه شما رابطه یه علت و معلولی. خب این به صورت کامل مفروض بود تو مکانیک کلاسیک و اینا توش تشکیل کرد. خب هایزنبرگ هم این بود. بورن چی بود حرفش؟ بورن اومد احتمالات رو وارد کرد. یعنی یه مقاله داره 1926 میاد یه الکترون رو از یه اتم پراکنده که شده در نظر میگیره، ببینه که نمیتونه بگه با قطعیت تو چه زاویه این پراکنده میشه، میتونید بگید با چه احتمالی 45 درجه، با چه احتمالی 60 درجه و غیره. حرف مهم بور در واقع همین وارد کردن احتمال بود تو کوانتوم مکانیکس، و کاملا هم تابع بور بود.
یعنی مکملیت قبول داشت دفاع میکرد و در مسئله علیت هم کاملا افت و خیز داره. من کلماتشو تو کتاب خودم نقل کردم، کاملا افت و خیز داره که نشون میده فکرش پریشانه واقعا و مرتب از این شاخه به اون شاخه سویچ. خب این حرفای اینها بود، نظرهای حرفای عمدهشون بود که من گفتم. و یه حرف دیگر برن این بود که تنها اون سوالاتی معنی دارن که بتونید به صورت عملیاتی بهشون جواب بدید، یعنی بتونید به صورت تجربی بهشون جواب بدید. این فقط اون سوالات معنا دارن، معنادار بودن دیگه، یعنی اگه نتونید جواب بدین بر اساس تجربه این معنا نداره. این کاملا تابعیت بود از پوزیتیویست‌های منطقی که معنا هر چیزی که با تجربه راهی نداشته باشه برای اینکه تکلیفش رو روشن کنید گفتن بی‌معناست. خب این مال اینا. حالا این کوپنهاجیا پس چند تا چیز را روش مشت اشتراک داشتن، چهار تا چیز را تقریبا اشتراک داشتن با درجات مختلف تأکید و با توجه به مماشاتی که با هم داشتن. یکیش مکملیت بود به صورت ظاهر، هیچ کدوم با هم باش چیز نداشتن. کامل بودن توصیف بود، اینکه کوانتوم مکانیک یه توصیف کامل میده و اگه چیزی را نتونید از کوانتوم مکانیک بگیرید این جوابی نداره در واقع، فقط اون سوالاتی رو باید بکنید که کوانتوم مکانیک جواب میده. ممنوع بودن دادن تصویر بود، همهشون اتفاق نظر داشتن که نمیشه تصویر داد، البته جز شرودینگر که تو تمام این حرفا مخالف. میگفت ما به این راحتی نمیتونیم از خیلی تصویر بگذاریم، حرف شرودینگر، ما وظیفمون فهم طبیعته و نمیتونیم از خیلی تصویر بگذاریم. اینشتین هم میگفت من حرفی ندارم، کوانتوم مکانیکس همه مشکلاتش حل میشه اگه شما یه تعبیر آماری ازش بدید. میگفت سعی معرفه یه سیستم های مشابه تهیه شده است، من مشکلی ندارم، همه این مشکلات هم حل میشه، فقط یه سوال برام میمونه و اون که تکلیف سیستم فردی چی میشه. کوانتوم مکانیکس در مورد سیستم فردی که این چیکار خواهد کرد حرفی نمیتونه بزنه، حرف ایراد اینشتین این بود. بعد ما موفقیت کوانتوم مکانیکس را میدید ولی احساس میکرد کامل نیست، بنابراین مرتب صحبت ناکامل بودنش کرد که تو بحث قضیه برق انشاءالله بهش خواهیم رسید. خب و اما خب اگه سیستم به وسیله این تابع توصیف میشه، این تابع چیه واقعا؟ معرف چیه؟ این تابع موج یا تابع حالت یا بردار حالت معرف چیه؟ خودش شرودینگر ترجیح میداد که بگه این معرفه اینی که سیستم موجه و حتی میگفت مثلا فرض کنید که وقتی که شما دو تا موج داشته باشید تو اتم هیدروژن بدونید پدیده زنش رخ میده و این بیت بیت و این تفاضل فرکانسای این دو تا موجه که شما یه ضرب در اچ که بگونه انرژی است که داره ساطع میشه، هیچ حاضر نبود از موج پاشه بگذره کنار، منتاش میگفت یه موجی است که در زمان واحد یه فضای کوچکی را اشغال میکنه. ایرادی که لورنس همون اول بهش گرفت و شرودینگر جوابی نداشت ولی دست از موضع خودش هم بر نداشت این بود که شما با اسلوب کوانتوم مکانیکس میتونید ثابت بکنید که این تابع موج گسترش پیدا کنید، پس اگه در یه دقیقه مثلا به اندازه 5 میلیمتر باشه وسعتش بعد از اندک زمانی خیلی بزرگ خواهد شد، در صورتی که شما الکترون را همواره ذره‌گونه می‌بینید. پس این ایراد بهش بود و نرز بشه و جوابی هم براش نداشت. این اولین توصیف بود در واقع. راه حل دوم این بود که شما بیان تعبیر بکنید این سعی را به عنوان حاکی از اطلاعات بود. سعی حاکی از اطلاعات بود. وقتی سیستم تو این حالت سعیه، وقتی که
چیز پیدا میکنید، عرض میشه و تحلیل پیدا میکنید، اطلاعات بکنید. مثلا میشه سیج، یعنی مقدار ایج سیستم تو حالت سیج، یعنی دارای مقدار آیج، اطلاعات شما زیاد میشه. تا تحلیل پیدا کرد، شما اول اطلاعات نو کم بود، بعد اطلاعات نو زیاد میشه. پس سعی را معرف اطلاعات انسانی میشه. مشکل مهم این اینه که وقتی شما میده سراغ آزمایش دو شکاف و این موج میاد به یه شکاف میخوره، به اون شکاف میخوره و بعد پدیده تداخل میبینید، میگن اطلاعات انسانی نمیتونه تولید تداخل بود. بنابراین این مشکلش این بود واقعا که این از یه طرف آسون ترین تعبیر بود، این مشکلات هم مشکلات دیگر هم خیلی هاشون نداشت، از طرف دیگه به طور قاطع شما نمیتونید بعضی از آزمایش‌ها را باش تعبیر بود. خب مرحله بعد چی بود؟ بله مشکل تعبیر واضح نیست برای چجوری؟ الان براتون میگم، حالا چه گفتید الان براتون ببینید، الان برای ببینید، فرض کنید که شما یه سطح پتانسیل دارید، یه ذره که من حالا با این موج نشون میدم داره میاد به طرف این سطح. طبق کوانتوم مکانیکس اگه این موج بگیری رد میشه، با یه احتمالی با یه احتمالی برمیگرده. اینجا یه دتکتور دارید، دتکتور رایت، اینجا هم یه دتکتور دارید، دتکتور لفت. حالت اولیه سیستم این ذره هنو نرسته به سر، پس توصیف این. بعد از یه مدتی این میرسد به سر و میگون یه موج رد میشه، یه موج بر میگرده. بعد از یه مدتی سیستم تبدیل میشه به این، اینم آفه، اینم آفه، عرض میشود که آن اینم دیه لفت، دتکتور لفت، این هم آف، دتکتور رایت، یا رد میشه ذره و اینا دارید، یا ذره منعکس میشه و برمیگرده، اینم آن میشه. کوانتوم مکانیکس بدون میگه که شما این مجموعه را دارید، یه ترکیبی از این دوتا را دارید و فون نوعی من ثابت بکنه. اگه هر وسیله‌ای هم به کار ببرید که از کوانتوم مکانیک تبعیت کنید، همواره جوابتون به صورت ترکیب خواهد. در عمل شما چی میبینید؟ یا این ولی روشنه یا اون ولی روشنه. اگه ذرات دونه دونه وارد شن، یعنی اینقدر فاصله بیفته بین دو ذره متوالی، یا این ولی روشنه یا اون ولی روشنه، یعنی چه؟ یعنی یکی از دو تا جمله انتخاب شد در عمل. اینا کوانتوم مکانیکس نمیتونه توصیف بده. شما میگون که یه چیزی عرض می شود که توی اگه با زبان متغیرهای نهان صحبت کنیم، یه چیزی تو خصوصی تو این هست، تو این ذره، که اینا برش می گردونه، یا همون چیز کلیس عددش که اینا ردش می کنه. ولی کوانتوم مکانیکس به این صورت جواب این فقط به این صورت می ده.
بذار یه مثال دیگه براتون بزنم که به اسم گربه شرودینگر معروف. و شرودینگر اینا در همون 1935 بعد از مقاله از می شود که انشتن و ای پی آر، بعد از پودولسکی و روزن، بعد از مقاله ریستفنلش، این چیزا، این مقاله را که به اسم تناقض شرودینگر، تناقض نمایی پارادوکس، تناقض نمایی شرودینگر از می شود که یا مسئله شرودینگر یا غیره، به این صورت ها معضل شرودینگر به اسمای مختلف چیز شده، خودش شرودینگر اسمش گذاشت پارادوکس. ببینید حرفش چی بود؟ میگفت که شما یه ظرف داشته باشید، یه جعبه، تو این جعبه یه گربه باشه، گربه یه ظرف هم باشه که توش سم باشه، سم یه ماده یه رادیواکتیو هم باشه، ماده یه رادیواکتیو، این ماده رادیواکتیو اگر با یه نیمه عمری متلاشی بشه بیاد به این بخوره، این را اگه قوی باشه مثلا میشکونه، این سم خارج میشه میاد گربه را میکشه، درسته؟ حالا این فرض کنید ماده رادیواکتیو اتمش را اسمش را بذارم A، در حالت اولیه، وضعیت اولیه سیستم چی دارن؟ دارن گربه زنده، گربه زنده زد در سیه اتم، اتمی که متلاشی نشد، این حالت اولیه است. اتم آ وقتی که متلاشی شه میده اتم B به علاوه یه چیز دیگه، به علاوه یه چیز دیگه. بعد از یه زمانی شما یه همچین وضعیتی رو دارید، آلفا عرض می شود که آلفای تی فی گربه زنده تابع موج گربه زنده، اینم تابع موج اون اتم، به علاوه یه بیتای تی این هم فی گربه مرده زد در سیه اتم بی. اینم میگه براتون، اینا دارید که آلفا تی به قوه دو مساوی است با ای به قوه منهای تی به تاو صفر که نیم عمر ماده رادیواکتیو پس با این احتمال گربه زنده است و با احتمال بیتای تی به قوه دو مساوی با یک منهای ای منهای تی به تاو صفر گربه مرده است. این بدون میگه کوانتوم مکانیکس میگه شما یا حالت ترکیبی از گربه زنده و گربه مرده دارید. خب شما در جعبه رو باز میکنید، گربه یا زنده است یا مرده است، شما بیان و شخص خودتون را هم با یه تابع موج نشون بده. اگه با یه تابع موج نشون بدین، یه دونه هست که شما همراه گربه زنده هستی، یه شمایی هست این که تا دنبال که مال گربه مرده هست، هر چی ادامه بدین این تقلیل پیدا نمی‌کنه، همواره یه ترکیبی هست از میشه وقت که دوتا جمله خواهد، در صورت که عملا شما در جعبه رو باز کنید یا گربه مرده است یا گربه زنده، یعنی جواب معین داره. پس میگون مشاهده عمل تقلیل را انجام میده، یعنی ترکیب را میشکوند به یکی از جملات ترکیب. حالا این مشاهده چیه؟ اگه شما برید سراغ فون نویمن که من قضیهش رو براتون خواهم گفت در ارتباط با متغیرهای نهایی، ولی اگه برید سراغ فون نویمن، چه فون نویمن در واقع اولی کسی بود که یه فرمول بندی ریاضی جالب و جامعی از حرفایی که این کوانتوم فیزیسیستا تا سال 1932 انجام داده بودن،
اینه به صورت پاستولیشنال از گونه بیان کرده بود. پس یه ارائه ریاضی مستدلی از کوانتوم مکانیک ارائه داده بود. فون نویمن میگه دستگاهی که از کوانتوم مکانیک تبعیت کنه نمیتونه تا به موج را تبدیل بده، یعنی یه دونه از جملات را انتخاب. پس خود فون نویمن نظرش چی بود؟ این بود که شعور ماست که این تقلیل را انجام ده. فون نویمن شعور را تابع کوانتوم مکانیکس نمیدونست. خب بعد فون نویمن چی؟ بعد فون نویمن ویجنر قهرمان این تقلیل که میگفت که این شعوره که تابع موج را تقلیل. خب یه اراده اساسی به چیز دار بود با اون که از اول شما که فرض دونست که از اول جهان موجودات زی شعور معمولی نبودن تو کار، پس این حوادثی هم باید اتفاق نیفتاده باشه. هر چیزی که اتفاق میفته یا حادثه است یا تقلید تابعه، پس باید یه چی اتفاق نیفتاده. ویژنر خودش دو تا استدلال داشت به نفع این که بیاد این تقلید دهنده را شعور فرض کنه. یکی این که میگفت که عمل تقلید تابعه موج و عمل تصمیم گیریم تو ما انسان ها هر دو مشابه همه اطلاعات را اضافه میکنه. ببینید تا وقتی شما در تردید هستید انواع اقسام امکانات براتون مطرح. وقتی تصمیم گرفتید یک کاری بکنید یعنی همیشه میدازید دور جزی شرطش. این میگفت از این لحاظ یکی این دلیلش بود. دلیل دیگرش هم این بود که میگفت که سیستم های فیزیکی روی شعور اثر میگذارن، برای اینکه شما یه مشاهده میکنید ذهنتون متاثر میشه. طبق اصل عمل و عکس العمل شعورم باید که رو اونا اثر بذاره. حرفش اینه. البته ویجنر بعد توی کنفرانس تو دهه 50 اواخر فکر کنم اواخر دهه 50 توی کنفرانسی توی اپتیک بود، اونجا نظرش برگشت و گفت که یه سیستم به اندازه کافی پیچیده میتونه دیگه همچی کاری ها بکنه، ولی دیگه خیلی توضیح نه. فقط حرفش اینه. بفهم شانس. خب پس اگه شانس نه و قابل فهم نبیده این که قابل فهم نیست شانس چرا این انتخاب بکنه چرا اونا باز دوباره داریم علی نگاه میکنه. اونا هم گفتن علیت ها باید گذاشت کنم، اونا هم گفتن علیت ها باید گذاشت کنم، چیزی که برای باز شما سوالتون جواب علی میتلبی. وقتی طرف با علیت خدافزی کرد یه دنباله سوال برای این نمیگرد. بله ببخشید اتفاقا حرفی که به پوپر به هایزنبرگ میزنه میگه تا شما استدلال ارلی میکنی برای اینکه ارلیت را رد کنی. حرف پوپر بهش اینه. ببینید یه وقت شما یه حرفی میزنید ولی لوازم حرف دون رو متوجه نیستی واقعا. بله نه همین حرف پوپر خیلی روک و پوسکن خیلی دوست بودن با هم، ولی داره بهش میگه که شما داری استدلال علمی میکنی برای من که حرفت رو بپذیرم، حرفت که چیه که علیتی تو کار نیست. همین هم میگفت بهش همینه. خب بعد اونا میگفتن اگه به صورت فردی نگاه کنید شانسه. انشتر میگفت اگه به صورت آنسامبلی نگاه کنید من مشکلی ندارم، خیلی قابل فهمه. اصلا شما کتاب کوانتوم مکانیکس بلنتاینه که نگاه بکنیم اگه میخواهیم ببینید چقدر مقاومت هست در مقابل چیز. حالا انشتر اون حرفا همون دهه 40 زده بوده اینا، ولی سال 70 اوائل دهه 70 چیزی وقتی نیست، اوائل دهه 70 این بالنتنگی مقاله استاتیستیکال اینترپریتیشن آف کوانتوم مکانیکس را برای مجله ریویوز آف مادرن فیزیکس فرستاد. ادیتوریال استاف رد کردن این مقاله را. اینجا ادیتور چیف ادیتور اینقدر شجاعت داشت که با استفاده از اختیارات خودش این مقاله رو تو مجله چاپ کرد. ببین ما اسمش رو می‌ذاریم علم زمان ترقی و نمی‌دونم فلان از این حرفا، ولی از این تیپ چیزا بوده.
هویل، یادم این در صده هویل مقاله برای نیچر فرستاد، ادیتوریال استاف نیچر رد کردن. باز اون جام چیف ادیتور با استفاده از اختیار خودش مقاله را چاپ کرد. میخوام بگم متاسفانه این چیزا تو علمی که باید به اصطلاح عینی باشه و ابجکتیو باشه و این حرفا مطرح بوده و هست، هنوز هم هست به شدت. و دقیقا هشدار منم به خاطر همین هست که خیلی حواس جمعی میخواد واقعا توی قضایی. خب پس یه تر بفرست استاد، اینجا بس شد که هم ذهن هوشیار و شعور تمرین و انجام یه چیزی که میگن، میگن معیار از دانش ما بگیریم سایه و دیگه با تمرین مواجه نمیشه. بله، و مشکلش این است که عرض کردم اونا، مشکلش این است که دارید شما آزمایش دو شکاف رو چه میبینید اونجا تره تداخل میبینید، دانش شما چه گونه میتونه تره تداخل را ایجاد؟ حرفشون اینه، اصلا اون تیپ آزمایش نمیتونید با تره با دانش خودتون تعبیر، برای اینکه تره تداخل با یه چیز ابجکتیو یعنی عینی خارجی اتفاق میفته، نه دانشش. نه جوابشون بفرمایید. راستید حالا در راسته حرف ایشون که گفتم این خود چیزو سایو یعنی بردار حالتو یه جوری شاید بشه مثلا گفتش که این مشاهده پذیری نیست به اون من، یعنی خودشو نمیشه فهمید که چیه، چون مثلا یه بار که آزمایش بکنیم دیگه اون سایه حالا با این دید اون سایه دیگه از بین رفته و خب یعنی نمیشه گفت مثلا اصلا اول این تئوری کار میکرده یا نه، مثلا آزمایش کردیم دیدیم این شده، ولی خب از کجا معلوم که اون حالتهای دیگه اصلا وجود داره؟ ببینید اگه بخند بگون سایه رو برای شأن قائل نیستید، برای جایی که دارید میگید توصیف کامله و برای این توصیفی نیست، تمام اون حرفا رو باید برسه دور. اینا همه حرفشون این بود که سعی یه چیزیه که تمام اطلاعات ممکن رو به ما میده و اطلاعاتی رو که نتونیم از سعی بگیریم اون بعد معنا نداره. حرفشون این بود، خیلی ادعای بزرگی بود. بفرمایید توصیف چی؟ آماری و اطلاعاتی. چون توصیف آماری هم در واقع اینه که اون یه جور اطلاعاتی که ما داریم، اون پیشینی که ما انتظار داریم. ببینید باشه تعبیر آماری دنبال علت تکی نمیگرده، میگه من حیث المجموع را باطنن، حتی اونایی که اومدن تئوری آمار را مثل پواسون و اینا چیز کردن در سطح کلان و مجموعی، حتی اونا معتقد بودن که آمار مبتنی هست بر علیت، اونا به شدت علی فکر میکرد و بنابراین معالن باید بتونید این آمار رو توضیح بدین به صورت علی. این کاری که شما تو تئوری بوم انجام میده که بهش خواهیم رسید، تو تئوری بوم شما این آمار رو یه پوششی میدونید که روی متغیرهایی که انتگرال میگیرید یه سری اطلاعات رو از دست میده، بنابراین اشکالی نداره برای مجموعه یه حرفیه بزنید، یه سری چیزا رو که جزئیاته روش جمع میبندید، بنابراین شما جزئیاته نمیبینید که توضیح علمی بده. اینجا این اشکال هست. و خب روی که آیزنبرگ بگیه اگر سایر نماد اون بگیریم چه اشکالی جد؟ ببینید یعنی اینکه هیچ چیزی فعلیت نداره تا وقتی که آزمایش انجام میشه، اون یه هست دیگه که اضافه میکنه بر. یه چیز فعلیت داره یا نداره تا وقتی خود اینکه این سایر رو با عنوان قبل بگیرم، حالا یه فعلیتی هم الان داره، حالا هایزن میگه نداره فعلیت، ولی من میگم نه مثلا یه فعلیتی هم الان داره، ولی این سایر چه مکانیزمی باعث میشه که این، ببینید چه مکانیزمی باعث میشه که این احتر این سعیه که انتخاب شده عوض سعی دو چی باعث میشه؟ نه خب نمیگه نمیدونیم، اون نمیگه نمیدونیم، اون میگه شانسیه. اگه اینا ناشی از جهل ما بگیرید که طوری نیست، اصلا مشکلی نبود، اگه ناشی از این اطلاعات مبهم را ناشی از جهل ما بگیرید مشکلی نبود. یه سوال اساسی اینجا مطرحه، فرض یه نفر بیاد بگه این ناشی از جهل ماه و کوانتوم ناقصه، این بحث سرش خب حالا این شخص سوال پیش میاد ازش سوال پرسید چه که آخر این سایر یه چیز واقعی میدونه؟ بله اون چیز واقعی میدونه، اون کسی که میگه که کامل نیست و چیز واقعی میدونه، چون که تو مدل بوم شما یه عامل واقعی میدونید سایر. آبا ما که تعبیری از سایر مدل رایی تعبیرم ارائه میده. بله بله خب ببینید بله عدم دانش ما رو نشون میده، وقتی که ما دانه ایمون
میبری بالا و تحت خودم به هم بخوره. یعنی دانش ما توش دقیقه به شرط اینکه یعنی میشه اینجوری هم به نظر میشه توجیه. نه اون میتونه بگو نه اون توجیه خیلی راحت تری داره. شما تدارکات تجربی رو به هم زدین، دارید مکان را اندازه گیری میکنید، پس مومنتوم را نامشخص میکنید. اون بر اساس خود کوانتوم توجیه دارید. این که شما اگه بیان سر راه یکی از دو شکاف یه دستگاهی بذارید که اینو مشخص کنید، قشنگ خودشون توجیه میکنن، اون مشکلی نداره. با این تعبیر نمیتونه تعبیره اطلاعات ما نمیتونه چیز کنه. درست نتیجهش اطلاعات ما میشه، ولی دو تا فرض کنید ما این کارو نمی‌کردیم، دو تا موج اطلاعات ما چگونه ایجادی تداخلی می‌کنن که ما اینجا ماکسیمم می‌بینیم اینجا مینیمم می‌بینیم، اطلاعات ما چرا ظهور خارجی داره اونجا نمی‌کنه تو چی؟ دو تا موج عدم دانش شما چه کار نمی‌تونه بکنه؟ چرا وقتی ما نه دانش شما دو تا موج چه مال دانش شما چه عدم دانش شما؟ دو تا موجی که مربوط به دانش شماست، اگه خودش خارجی نباشه، واقعیت خارجی نداشته باشه، کاری نمیتونه بکنه. موجی که ایجاد تداخل میکنه باید واقعیت خارجی داشته. پس شما دارید یه چیز دیگه رو به عنوان واقعیت خارجی میگید. بفرمایید. ببینید اگه تعبیر فون نوع من را قبول بکنید، ایراد اساسیشون نیست که همه چی به ما منتهی میشه و وقتی که موجود زی شعور نبوده پس چه جوری این چیزا انجام شد. البته این که میخوام بگم مورد قبول فیزیکدان ها واقع نشده با، ولی یه فیزیکدان آکسفوردی معتقد بود که خدا هست که این تابع موج را تقلیل میده در تک تک موارد. الان هم هستن بعضی هاشون که این حرف گفتن خداست که تابع موج، بنابراین اون موجود زی شعوره، شعورش هم مثل بقیه جهان نیست که از یه زمانی چیز شده باشه. اونا که این مقبولیت نیافته واقعا در میان هیچ گروهی، تک به صورت انفرادی اون حرف زد. این شعورم میگه موج فایده‌ای که بتونه مثلا تداخل ایجاد کنه. بله شما میگی مثلا دانش ما مثلا موجود خارجی نداره. دانش ما بله شعور چه شعورم موجود خارجی نداره که بتونه شعور داره. میگن ها چی از دانش ماست، دانش ما چگونه میتونه اونجا تداخل ایجاد کنه؟ اون وقت شما در این داز دوباره برمیگردونید به شعور، یعنی یه تعبیر دیگری با شعور دارید شما مسئله را حل گفته روش فکر بکنید. شما دانش ما را به عنوان یه جلوه ای از شعور میگیرید که دارید اثر میگذارید نه تقلیل میدید. نه حل نمیشه. گفتم دیگه وقتی که شعوری در کار نبوده چجوری قضایای عالم اتفاق افتاد؟ و شعور یه چیزی، یعنی شعور یه چیزی میدونن که قابل مدل سازیه، یعنی بعد نه نه نمیدونن چه قابل مدل سازیه. چیزا عرض میشود که زیست شناسان معتقدن در آینده ما بر اساس فیزیک توضیح خواهیم داد، الان هیچ توضیحی نیست. الان حتی شما اگه داکینز را نگاه بکنید که تندترین حرفا رو داره در مقابل خدا پرستا و اینا میزنند، ازش یه سوال میکنن سه تا از مشغولات عمره رو بگو، میگه ما شعور رو درک نمیکنیم. خیلی رو کفوس کنه، همه یه دار میکنه، همه عالم هم رد میکنه در همه یه حرفا، ولی در مقابل این سوال که مشغولات رو بگو، همین اخیراً توی یکی از مجلات علمی میگه شعور رو نمیفهمه. خب ببینید راه دیگه ای هست که من الان میخواستم به صورت مسئله به نتیجه نرسیده ولی راه فیزیکی خوبی بود، راه GRW. میاد معادل یا تئوری گیراردی ریمینی وبر، همین GRW بزنید کافی. من میخواستم شما به عنوان اولین مسئله دون این تقلیل تابع موج را تو مدل GRW مطالعه کنید و یک گزارشی بنویسید به عنوان چیز به من بده. ولی طبق ادعای خود بانی این قضیه آقای گیراردی که مسئولی بخش عمده از الان توی تریست مشکلات داره و اینا نهایی نمیدونه، بنابراین به نظر خودش هم تئوریش مشکل داره. خب این یه راه
راه آخری که برای توضیح این تقلیل تابع موج میشده اینه که میگه که تابع موج میاد در مقابل آزمایش قرار میگیره، چند تا امکان هست، بس بنابراین مجموعه چند تا امکان هست. تابع موج تقلیل پیدا نمی کنه، بلکه چی میشه؟ تجزیه میشه. هر کدوم از اینا در یه عالم، بنده هم که مشاهده کننده هستم، اگه تابع موج دو تا مؤلفه داشته باشه، یه منی هم که مؤلفه یه بالا رو میبینه، یه منی هستم که مؤلفه یه پایین رو میبینه. این یکی از عجیبترین توضیحاتیه که داده شده. Many words interpretation of quantum mechanics. Everett شاگرد ویلر اینا در 1957 ارائه داد، خودش هم بعد که ویل کرد قضیه هست، ولی دوید که دو سال پیش اومده بود دانشکده ما، تو آی پی ام مهمان بود، یه دو تا سخنرانی هم اینجا کرد. اون مدافع امروزی این قضیه بود که تو این یکی از جلساتش من ازش سوال کردم، خب این چیزی که شما دارید با این جور بگون، این رو با مدل بوم من خیلی راحت میشه توضیح کرد. حرفش این بود که یه مطلب سلیقه‌ایه، شما اون رو میپسندی، من این رو میپسندم، گروهی این گروهی اون پسند. جواب نداد، واقعا جواب نداد. خب ببینید، پس اینم یکی دیگه از توضیحاتش، many words interpretation که چیز هست. توضیح دیگر الان بعد، توضیح دیگر توضیح بهمه که مفصل واردش خواهم شد. مدل بهم برای تابع موج واقعیت قائله، تا کوانتوم مکانیکس را با تابع موج کامل نمیدونه، بلکه متغیرهای نهان میاره تو کار، و توضیح علی و تصویری و عرض میشه بعد مسیری از قضایا میده. یه بخشی از وقتمون رو صرفش خواهیم کرد. بفرمایید. ببخشید، اون توصیف فون نویمن که گفتیم باش برپای شعوره، اونو من نفهمیدم مشکلش چیه. موقعی که آدم، یعنی آدم یا مثلا موجود با شعور وجود نداشته باشه، خب تحلیل تابع موج نداری. این یعنی هیچ قضیه تو عالم اتفاق نیفتاده. ببینید تمام این قضایا، این یعنی مثلا فرض کنید قبل از اینکه موجود زی شعور میاد تو کار، نوترون، بدون نوترون یه ذره ناپایداره، 15 دقیقه نیمه عمرش، 890 ثانیه نیمه عمرش. نوترون قبل از اینکه اصلا شعور تو این جهان فعلی بیاد تو کار، نوترون بوده. چون تو این چند بیلیون سال اخیرم که عرض میشه باید که موجودات زی شعور این چیزا شدن، بنابراین نوترون بوده تو کار. یعنی نوترون واپاشی پیدا نکرده، اصلا تمام تحولات که اتفاق افتاده خیلی هاش تو ستارگان اینا مدیون همین واپاشیه. و واپاشی توش یه انتخاب میشه، حالا انتخاب کنه یه 5 دقیقه دیگه رو، یه 10 دقیقه دیگه رو، یه غیره، یه ذره ناپایداره. اتفاقا بحثش رو خواهم کرد، همین الان بحثش رو خواهم کرد، چه اتفاق میفته، چه عاملی باعث میشه که یه دوتا نوترون پهلو هم نشستن، این حالا واپاشی پیدا کنه، این 15 دقیقه دیگه. حالا بس واپاشی من نفهمیدم، میشه کلا توضیح بدین که چه جوریه؟ یعنی مثلا با همینطوری نمیشه توصیفش کرد واپاشیو؟ چرا میشه توصیف کرد؟ خب پس دیگه ما داریم راجع به یه وقتی شما میگن من 1000 تا نوترون دارم، 15 دقیقه نیم عمره، یعنی بعد از 15 دقیقه 1000 تا میشه 500. خیلی قشنگ این توضیح میده، تو فیزیک هسته ای هم واپاشی‌ها رو با اینطور توضیح میده. یه وقت این سوال دیگه توی فیزیک هسته ای نمی‌کنی، یه وقت میان سوال به خصوص که این نوترون به خصوص کی واپاشی پیدا می‌کنه. اینا هیچ تئوری بهتون نمیدونه، سیستم فردی را نمیتونه طرح بزنه. راجع به یه مجموعه حرف میزنه، مجموعه حرف میزنه. این سوال تو فیزیک هسته ای تو بحثای معمولی واپاشی مطرح نیست، ولی این معنیش این است که شما قبول دارید کوانتوم مکانیکس را به صورت مجموعه ای به کار ببرید. هیچ کدوم از اونایی هم که مخالف تعبیرهای کوانتوم مکانیکس بودن، مخالف تعبیره مجموعه ای نبودن، تعبیر احتمالی آماری انسامبلی نبودن، گفتن تکلیف قضایی ها رو برای یه دونه اتم، یه دونه الکترون، یه برای اون معین، که این سیستم نمیتونه دیگه کار. اینه که میشه دو تا جهان رو موازی کنه، با هم برهمکانش هم دارن؟ نه، نه، دیگه با هم ندارن، نه، 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 عرض میشه وقتی، فقط شما اگه بر اساس ریاضی قضایی ها رو بیان کنید، تمام مسائل حل، تا
تمام مسائل آخر از کجا یعنی یه جهان دوباره انرژی جدید اشکالی براشون نداره واقعا اشکالی نداره بعد چیزی که شعور توش اثر داشت مشکل که شما میگی قبل از اینکه وجود سرشون وجود بیاد چه تغییر پیدا میکنه خب واسه که وجود ما تغییر پیدا میکنه نه آخه متوجه توضیح ببخشید ولی متوجه توضیح من نشدید من یه مثال واضحی زدم عرض کردم واپاشی نوترون قبل از خلقت قبل از بروز شعور اتفاق افتاده تو این جهان الان من یه اتفاقی گفته نیست که همینطوری یه بر هم کنه شد یه تا بزی گاری تا به وجوده یکیش اینه که این رو شما خیلی وقت پیش چیز شده واپاشی کرده دیگه به محصه اینکه اولی مجدزی شروع میدیاد شما دارید دو مرتبه ببینید شما دارید دو مرتبه با من مجموعه ای صحبت میکنید رو مجموعه ای اشکالی نیست در اول عالم هم از وقتی که از کوارکا نوترونا تشکیل شدن در عرض 15 دقیقه نصف میشدن این با اون در با اون اشکالی نداره ولی این که تک تکشون چجوری میشدن که الان ما باش روبرو هستیم تک تکش حالا با اون وقت فرق داره اون وقت که شعوری نبود که اون وقت چه جوری اتفاق میاد حالا که شعور پیدا شده مکانیزمش فرق کرده میگم نمیگم نصف با عناصر میگم این تعریف اون مشکل داره یعنی میتونیم فرض کنیم اون تا با جمع یه حالتی بوده که اولش پشته میشده بعد یه حالت پشته نمیشده اولی موجودی شده که اون وجود اومده اصلا خواهد اون سازگار نمیدیم که اصلا به وجود اومدنش مشکل داره دیگه یعنی بله؟ الان وقتی میگه یه موجود زیشور به وجود اومده یعنی یه واکاشی هست یعنی یه اندازه‌گیری انجام شده یه چیزی هست شده پیدایش شعور کاری نداشته باشید چیز به این راحتی نیست شما زمانی که میگون موجودات زیشور بودند را با زمانی که میگون نبودن مقایسه کنید ایشون میگن الان شعور مسئله را حل میکنه بعض کردم اون موقع چی؟ تنها جوابی که میتونن بدن این است که اتفاق افتاده اطلاعات آماری هم اون موقع اینطور بوده ولی این که در مورد تک تک اینا که حالا واپاشی پیدا کنند یا غیره حالا میگون این شعوره که داره اینا چیز به اون وقت چیز واپاشی هم چند حرفش اینه که اصلا اون موقع هیچ اتفاق نیفتاده یعنی ما همینطوری داشتیم مثلا احتمال این که هیچ اتفاق نوترون واپاشی پیدا کرده یکی مثلا ما یه استیت کوانتومی داریم که در لحظه تی نوترون واپاشی یه تک نوترون در لحظه تی واپاشی پیدا کنه در لحظه تی به دلتا همین در هر ما این تاب موج همه رو داریم حالا که این موجود زی شروع اومده یه اندازه‌گیری کرده رفته خونه شون مثلا دیده یه چیزی حالا این متاثر میشه تاثیر میذاره که 15 میلیارد سال پیش که اومده تا اینجا این کدوم استیت انتخاب بشه ها میدونی شما حرف ویلر رو دارید میزنید من یخت به ملزوماتش توجه کنم ویلر هم این است که آزمایش فعلی میتونه روی گذشته اثر بذاره. اگر شما یه همچین فرضی رو کنید شما کله به ساعت علیت رو دارید به هم بزنید. یعنی شما میتونید پدر بزرگتون رو به دنیا بیارید. همه اینا که صحبت از تأثیر روی گذشته میکنن حرفشون اینه. اگه شما اینا قبول کنید پس شما میتونید برگردید و پدر بزرگتون رو به وجود بیارید. تأثیر چیز که نمیشه بزرگ مادامی که اندازه‌گیری نکرده یعنی اگه پدر بزرگ اندازه‌گیری کرده دیگه تموم هست نه من شما نه واقعا به نظر خیلی فرض آسونی میاد که تکلیف 10,000 سال پیش حالا بکنه معین مثل این گربه شرودینگر اگه بهش نگاه کنید مثل گربه شرودینگر مثلا یعنی یه لحظه یکی اومده در جعبه رو باز کرده مثلا همه چی مشخص شده نه ببینید شما براتون خیلی آسونه عمل دارین همه چیزی را به تقلیل به عمل انسانی تقلیل میده بابا بشر یه جزء کوچکی از کل جهانه و موجودات زیشون دیگه حالا دیگه بشرش هنگ. نه شعور یه بخش محدودی از جهان شعور هست شما بسازید یه همچین مدل من دیگه واقعا همیش از این عقلم نمیرسه ولی یه مقداری باید فکر کنید یعنی شما اگه قبول بکنید که فعل انفعالات با عمل ما داره اتفاق میفته خیلی اون وقت فرق نمی کنه با اونایی هم که میگن که وقتی که ما یه چیزی رو مشاهده نمی کنیم احتمال منفی اشکالی نداره یعنی شما دارید که واقعا جهان انسان مرکزی را به تمام نحوه حد اکثری به کار میبرید و این چیزی نیست که فیزیک را به جایی برسونه و به جایی نرسید واقعا
اون میگفتن محیط این کارو میکنه. و اون مایکروسکوپی هم نه نمیکنه. البته در مورد مایکروسکوپی یه بحث مفصلی هست که موضوع رساله یکی از این بچه‌ها بود که انجام دادن. عرض میشه و در مورد مایکروسکوپی که همین لگت و اینا ادعا میکنن آزمایشاشون هیچ معلوم نیست. یعنی ببینید یه فرق اساسی میذاشتن که آیا این اصل تقلید تابع موت برای سیستم های مایکروسکوپی هم صادقه یا صادق نیست. یه دهی میگفتن اگه کوانتوم مکانیکس برای همه جهان صادق باشه برای سیستم های مایکروسکوپی هم میباید اتفاق بیفته. هنوز هیچ شاهدی و تو فیزیک حالت جامد یه دهی امثال لگت و شاگرداش و اینا تعداد زیادی آزمایش کردن به نتیجه قطعی نرسیدن. ببینید شما تا معیار، من اتفاقا یه جلسه تو جلسه اول شاید اشاره کردم، شما تا معیار پذیرش نظریه ها رو برای خودتون حل نکنید نمیتونید تصمیم بگیرید. یعنی یه نظریه میخوان چه خواصی داشته باشه، باید حد اکثر انسجام داشته باشه، حد اکثر پدیده ها رو تو خودش جا بده، قابلیت داشته باشید که با بقیه شاخه های فیزیک هم ارتباط برقرار کنید، قابلیت داشته باشید که در معرض آزمایش قرار بگیره. اون وقت میتونید ببینید کدوم یک از اینا راحت تر با این معیارا میخونه. مثلا اگه جهان های موازیه بگیرید چون از آزمایش دوره مسلما انتخاب اولتون نخواهد. معیار پذیرفتنه، چون گفتن که درست حالا مثلا من اینجوری پذیرم، یکی دیگه توی اتفاقا اختلاف اگه شما به تاریخ فیزیک نگاه کنید یکی بوده، معیار یکی بوده، فقط اختلافی که بوده در درجه قوتیه که به چیز میداده. در شرایط مساوی همه حاضرن تمام این معیارا صرف کنید، وقتی که شرایط مشکل باشه دو وقت باید بین اینا انتخاب کنن. تو کیهان شناسی ما با این مشکل روبرو هستیم که همه این معیارا یه اندازه قابل صرف نیست و بنابراین میام آره اینجا سلیقه‌ای بعضیاشو انتخاب میکنیم بر بعضی دیگه، ولی تقریبا از ابتدای فیزیک جدید معیارای اتفاق نظر بوده روش. بفرق من فکر کنم صحبتی که تحبیل کرد خیلی با حرفی که ایشون مدعیش بودن مطابقت نداشت. حرفی که به نظرم ایشون دارم میزن تا حدی که من میفهمم اینه که شما فرض کنید همون جعبه ای که اونجا برای گربه در نظر گرفتید دنیای اولیتون باشه، چه اتفاقی میفته؟ یک تحول زمانی خواهد داشت و در الان شما دو تا استیتی تو دنیاتون توی دنیای دارید که یک استیت ماهیت فروپاشی ها رو داره نشون میده و یک استیت ماهیت اون چیزایی که فرو نپاشیدن حالا واپاشی نه. خب و حالا شما دارید اون اطلاعات فروپاشی ها رو میکشید و اینجاست که شعور شما داره تاثیر میذاره. لزوم بر وجود شعور در اون دنیای اولیه نه. چرا بوده؟ ببینید نه، من میگم ما شما مکانیزم واحدی به کار برید برای توضیح این قضایی ها یا میکانیزم متفاوتی؟ چرا هست؟ الان من بخواهم نه اون الان میگون اگه من بخوام بفهمم قضیه چیه میام نگاه میکنم، اون موقع چه کسی نگاه نمیکرده؟ نه اون پس... نگاه نمیکرده، سیستم داشته کار خودشو میکرده. حالا من الان دارم یه مقدار اطلاعات میکشم. پس اینجا فقط حرف همینه، پس اینجا بودن نبودن شعور چه فرقی داشت؟ خب الان مسئله سرینه، سوال اینه من چه اطلاعات دارم به دست میارم، من چه مکانیزمی دارم به کار میارم، این دوتا باید خودسازگار باشن و مکانیزم شعور در این قسمت خودسازگاره، میگه من دارم این کار رو میکنم به تبعش هم این اطلاعات رو به دست میارم، کاری هم به اون دنیا داره کار خودشو میکنه. نه ببینید سازگاری خیلی چیزا سازگاره، هندسه لوباچفسکی هم یه هندسه سازگاره، ولی شما صرف سازگاری را اساس نمیگید. سازگاری یه معیار خیلی مهمه، اولی معیار مهمه. ببینید من حرفم اینه که شما باید مکانیزم را طوری بیان بکنید که همون چیزی که اون موقع باعث تقلید تابع موج می شده حالا ما کاری نداریم بهش نگاه نمی کنیم، اون موقع ما اون موقع ها نگاه نمی کنیم، ولی اون همون چیزی که اون موقع تقلید تابع موج رو باعث می شده حالا هم بشه. من حرفم اینه شما در این تعدد قائل می شود.
بگول اون موقع ما باش پای نداریم به طور خود به خود اتفاق بخیر. شما رو یه فرض میکنید، شما فرض میکنید که تابع موج در آن زمان تحلیل یافته است و حالا به شما رسید از شما دارید مشاهده. نه نه من اصلا این حرفا نمیزنم. بله تقلید یافته است، اصلا من هیچی هم راجع بهش نمیدونم. خب ولی فرض نکنید تقلید یافته. نه برای اینکه نه برای اینکه اون چیزی که من از اون موقع میبینم آماریه. من میبینم تو جهان اولیه یه تعدادی نوترون بودن، این نوترون ها تبدیل شدن به پروتون، حاصلش این است که نسبت نوترون به پروتون تو جهان تغییر کرده. اون که شما میگید من دارم آماری میبینم، یعنی شما دارید حالا روی اون تابع سایه که وجود داشته دارید حالا آزمایش انجام میدید. حالا شما نه من که الان وقت ایجاد میکنم اون اتفاق افتاده تموم شده. باشه تموم شده باشه، حالا شما دارید اونطوری ازش نه این اصلا این اصلا به این مفهوم فعلی نیست. الان ما داریم راجع به اصلا فارغ از شعور الان داریم ما راجع به جهان اولیه هم یه سری استنتاج میکنیم، خیلی چیزا رو داریم حدس میزنیم. اگه بخواد قضیه اینطور باشه، اینطوره اینطوره اینطور میتونه باشه، اصلا راضی به تقلید تابع موج نیست. استنتاج شما میکنی از اطلاعات دور راضی به جهان اولیه غیر از تقلید تابع موج. اینجا میگون یه حادثه ای میتونه از این راه اتفاق بیفته. چرا چند درصد به این طریق اتفاق؟ اگه هیچ توضیحی نمیتونستید پیدا کنید چرا 60 درصد به این مدل اتفاق، 40 درصد به اون مدل، اگه هیچی نمیتونستید توضیحی پیدا کنید بعد. ولی یه آقای میاد میگه این 60 تا که این موقع تقلید پیدا کردن یه همچی متغیر درونشون بود و اون 40 تا هم یه متغیر دیگری، اون متغیر یه عدد دیگری داشت و راحت همه چیز را توضیح میده به سبکی که همه چیزهای دیگر را توضیح. شما یه توضیح واحد پیدا میکنید، این غیر از اون مسئله است که میفرمایید. اون مسئله که داریم میفرمان ما اطلاعات را به زمان گذشته رو داریم تحلیل میکنیم بر مبنای یه سری مفروضات که این مرحله طی شده، این مرحله طی شده، این مرحله طی شده. از روی آماری که الان داریم نسبت نوترون به پروتون برمیگردیم آمار اون موقع را استنتاج میکنیم. معلوم نیست نخواهیست، هیچ دلیلی ندارید به قول بعضی از فیزیکدانای فعلی یا به قول دیراک که اعداد کوانتوم فعلیمون عددهای ثابت‌های طبیعت حالا با اون موقع یکی بوده باشه. اینا همیشه استنتاجیه غیر از مکانیزم، کاملا فرق. خب ببینید یه راه دیگه، راهی است که بوم میگه که من مفصل متعرضش خواهم شد. اون راه خودش را جدا میکنه و تابع موج را یه خاصیتی از سیستم میدونه، میگه باید تکمیلش کرد با یه اطلاعات دیگه. خب به هر حال حرف بل اینه که ما تا این مسئله تقلیل تابع موج حل نشد با کوانتوم مکانیکس مشکل خواهیم داشت. حرف خیلی صریح بله. اما خودم توی یه کنفرانسی شاید یه بار دیگه هم عرض کردم ترم گذشته تو فنلاند بودن که بزرگان فیزیک بودن اونجا و فلاسفه فیزیک هم بودن اونجا و یه میزه گرد روز آخر ترتیب دادن برای که راجع به همین تقلید تابع موج صحبت کنن. جمع‌بندی رو ولفراسن کرد، اون فیلسوف فیزیک داره پرینستونی. جمع‌بندیش این بود که اگه ما اتفاق نظری داریم، اتفاق نظر بر این داریم که هیچ اتفاق نظری در مورد حل مسئله تقلید تابع موج وجود نداره. تنها اتفاق نظر این است که هیچ اتفاق نظر یعنی هیچ راهی نیست که همه پسندیده باشه. شما الان هم نگاه کنید، یه کتابی بود اون ترم هم دادیم به بعضی ها، اگه به اون نگاه کنید یه فصلی داره با 10 تا فیزیکدانه تراز اول مصاحبه کرده. شما راجع به تقلید تابع موجش نگاه کنید ببینید چقدر ایده ها متفاوت، کاملا متفاوت. و بیر میگه دستن کار فیزیک پیش نمیره اگر این مسئله را حل نمیره. خب این ماله این قسمت قضیه. حالا دو تا مشکل مهم کوانتوم مکانیکس استاندارد داره، مشکل فیزیکی، مشکل فلسفی به نظر من زیاد داره که من الان متعرضش نمیشه میذارم یه وقت بعدی. ولی دو تا مشکل اساسی فیزیکی داره کوانتوم مکانیکس معمولی که یکیش همین مسئله اندازه‌گیری، همین تقلید تابع موج که همواره وقتی که شما
عمل اندازه گیری رو انجام میده یه ترکیب به دست میاری، ولی در مقام عمل یه چی از اینا رو میبینی و بنابراین باید یه مکانیزمی تو کار باشه. میگه بل حرفش اینه، تا مسئله تقدیر تابع موج رو حل نکنید یک فرمول بندی غیر مبهم از کوانتوم مکانیکس نداره. پس یه مشکل اساسی کوانتوم مکانیکس فعلی این مسئله تقدیر تابع موج یا اندازه‌گیریه. measurement problem بهش میگن، عرض میشه برای که reduction of wave packet بهش میگن، انواع و اقسام، ولی مطلبش یه چی. مسئله دوم حد کلاسیک که خیلی به نظر شما تریویال و بدیهی میاد و بازه. ببینید ما هر تئوری که داشتیم که بعد از یه تئوری قبلی اومده، تئوری بعدی در یه حدی به تئوری قبلی بر میگشت. مثلا شما نسبیت خاص را در نظر بگیرید، اگر تو فرمولایی که برای انرژی جنبشی، برای جرم سکون و غیره، هرچی برای انرژی جنبشی، مومنتوم، هر عبارت که داری تو فرمولای نسبیت خاص وی به سی را به سمت صفر میل بده، میبینی نتایج کلاسیک رو دست میده. پس کلاسیک حد ویسیوم میل کنه به سمت صفر نسبیت خاص. اگه نسبیت عام را در نظر بگیری برای میدانهای جرانشی ضعیف، نسبیت عام به فیزیک کلاسیک تقلیل پیدا و اصلا طوری ساخته شد که تقلیل پیدا. بازم تئوری های دیگه هست غیر از نسبیت عام و عرض می شود که چیز، تئوری های دیگه هست که حدش مثلا اپتیک موجی. اپتیک موجی خیلی قدیم پیدا کرده. اگه شما حد طول موجهای کوتاه را در نظر بگیرید تبدیل میشه به اپتیک هندسی که مسیر ذرات رو مستقیم، نور رو مستقیم میدونست و غیره. و بنابراین اپتیک هندسی حد تا طول موج به سمت صفر میل کننده اپتیک موجی که این راه گوشه هم بود برای پیدایش کوانتوم مکانیکس. حالا سوال نیست که حد کوانتوم چیه؟ و از چه راهی فیزیک کلاسیک را از حد مکانیک کلاسیک را از حد کوانتوم به دست میاره؟ یه راهی که خیلی متداول صحبت میکنن این است که میگن H بار را به سمت صفر میبره و این انواع و اقسام مشکلات را داره. بذارید براتون توضیح بده. متاسفانه تو کتاب های قدیمی خیلی رایج بود که این را خیلی سریع میگفتن که مکانیک کلاسیک حد اجبار میکنه به سمت صفر کوانتوم مکانیکس. ببینید اولا اگه معادله شرودینگر را در نظر بگیرید، اگه شما اچ بار رو به سمت صفر بدین یه چیز کاملا نامفهوم بی‌معنی به دست میاد. این یه راه دیدن قضیه است. یه راه دیگرش این است که تو این معادله سعی را قرار بده آر ای به قوه ای آر ایکس و تی ای به قوه ای آی اچ بار رو به اس ایکس و تی، یعنی یه تابع مختلط را بس توضیح میدن در اصل دو تا تابع حقیقی. اینا قرار بده این دو تا معادله را پیدا دی اس و دی تی به علاوه یک رادیان اس به قبره دو به دو ام به علاوه یه بی به نهایی اچ بار دو به دو ام لاپلاسیان آر به آر مساوی است با صفر و یه چی هم دی به دی تیه آر دو به علاوه دیورژانس آر دو مساوی است. ببینید اگه شما اچ بار رو تو این به سمت صفر میل بدین
این میشه معادله همیلتون کلاس جاکوبی کلاسیک. اگه این صرف قرار بده. ولی مسئله اینه که خود این اس و آرم شامل ات میتونی ثابت بکنی شامل اچ بار هستن. بنابراین اینطور نیست که شما اچ بار رو صفر قرار بدید کلاسیک رو به دست بیارید. یه نکته دیگه این که در یه مقاله این آقای عرض میشود که بری در 1989 ثابت کرد که حد اجبار میل کند به سمت صفر تحلیلی نیست، به تابع تحلیلی نیست و نتیجه کلاسیک هم نمید. یه راه دیگرش این است که شما بگون من میرم سراغ WKB approximation تقریبا این، برای اینکه اونه که به کلاسیک نزدیک هست اون میکنه. ولی شما اونجا هم میتونید ببینید که شرایط لازم و کافی صحت WKB اصلا لازم و کافی نیستن برای اینکه شما حد کلاسیک رو به دست بیارید در حالت کلی. علتش هم اینه که ببینید تابع WKB را شما معمولا به این صورت می‌رسید، تابع WKB را، و اشکال این اینه که کلی ترین فرمی نیست که برای تابع موج بتونید بنویسید. خیلی از سیستم‌ها را تابع موجشون را به این صورت نمی‌تونید. اینه که H بار میل کند به سمت صفر حرف منطقی نیست. و یه ایراد خیلی اساسی تر اینه که H بار وقتی که تو این واحدهای معمولی بیان میکنیم ده به قوه مثلا منهای 31 یا منهای 23 بسته به اینکه واحدش چی باشه، خلاصه یه عدد فوق‌العاده کوچیکه ولی یه عدد دیمانسیون داره. کوچیک بودنش بسته ایدارت با اینکه با چی مقایسه کنیم. بنابراین نمیتونید بگون کوچیکه. اچ بار در مقابل چی کوچیکه؟ اینم یه ایراده اساسیه. یه عده‌ای اومدن گفتن که حالت ان میل کنه به سمت بی نهایت این حد کلاسیک رو میده. علتش هم نیست که اشارتی است که گرفتن که وقتی شما تو لایه‌های اتم هیدروژن ان رو به سمت بی نهایت میل بدین اون لایه‌ها پیوسته میشه و این شبیه حالت کلاسیک است که انرژی را پیوسته چیز میکرد. ولی ثابت میکنن که اولا همواره حالت این میکنه به سمت بی نهایت نتایج کلاسیک را نمیده. ثانیا حد اجبار میکنه به سمت صفر و این میکنه به سمت بی نهایت یه نتیجه نمیده، به یه نتیجه منتهی نمیشه. نتیجه که دارم از این بحث میگیرم چیه علی گفتی؟ چیه؟ یعنی شما نمیتونید تو کوانتوم مکانیکس معمولی حد کلاسیکی تعریف کنید. یه حد یه فرمول جامعی که برای تمام موارد صرف کنید نمیتونید تعریف کنید. در یه مواردی اچ بار میل کنید به سمت صرف درسته بر الان اینجا اگه فرض کنیم که آر فارت کلاسیک مقدار ثابت آر یک باشه. ببینی شما بحث کلی میکنید. اولا اچ بار میل کنید به سمت صفر. اچ بار رو نمیگم، خود آری که اینجا نوشتیم. آر اگر سمت یک میل کنه همه نتیجه کلاسیک. نه دل نیست اینطور. میدونید چرا؟ برای که همه حالت های کلاسیک از WKB approximation به دست نمیاد و آر میل کنید به سمت صفر یعنی سعی مساوی باشه سمت یک. آر میل کنید به سمت یک یعنی سعی مساوی با ای و با وی آی اچ بارم اس در حالت کلی تا به موج کلی دو نیست. این در کلاسیک هست دیگه. این برای یه موارد خاص هست. من دارم بگم نمیتونید یه فرمولی بده مثال میتونید بزنید که نباشه؟ بله؟ مثال میتونید که چی؟ نباشه این حالت کلی تو کلاسیک هم باشه. بله اتم هیدروژن اصلا شما نمیتونید تا به موج شو به این صورت بنویسید. نه منظورم این نبود. ببینید ما یه تعریفی کرده که نه وقتی که شرایط لازم و کافی برای صحت WKB صادق باشه شما نتایج کلاسیک را به دست میارید. ولی ما حرف در این حالت سعی به صورت ای به قوه آی اچ بارم فع یا اس می نویسیم.
حرف سعی اینه که همه موارد کوانتوم را نمیشه به این صورت نوشت. آها هر موارد کوانتومی کلاسیک نیست. نه، حتی موارد در این کوانتوم من الان باید فکر کنم تا بگم. ولی مواردی هست که میتونید نشون بده که کوانتوم هست، حد کلاسیک هم داره با اینا به دست نمیاد. همین شما به لایباف نگاه کنید، کتاب کوانتوم مکانیکس لایباف که میگه حد n میل کنید به سمت بی نهایت و h بار میل کنید به سمت سه سازگار نیست. مثال میتونید ببینید. بنابراین حرفشون اینه که نمیتونید یه تعریف یه معیار واحد به دست بده که از حالت کوانتوم برسید به کلاسیک. یه نکته مهم دیگر که اینجا باید در نظر گرفت و اون این است که به دست آوردن قانون کلاسیک شرط کافی نیست. باید رفتار کلاسیک هم به دست بیاد. میتونید شما در یه مواردی فرمول انرژی کلاسیک را به دست بیارید ولی رفتار کلاسیک نداره. نکته این اینه که این مسئله را جواب نداره. یه نکته این دیگری هم که خوب تذکرش اینه که برای اینکه یه سیستم را واقعا کلاسیک عمل کنید لزومی نداره این سیستم ماکروسکوپی باشه. این نکته مهمی. برای اینکه یه سیستم رفتار کلاسیک داشته باشه لزومی نداره ماکروسکوپی باشه. شما الکترون را دارید میکروسکوپیه، مقدار زیادی از بحثارم توی الکترودینامیک کلاسیک در مورد الکترون میکنید، بسیار هم موفقه. یعنی تمام این بحثی که تو جکسون و تو رایتس و میلفورد اینا میخونید همه اینا در مورد الکترون در واقع و مشکل. بنابراین لازم نیست برای اینکه شما رفتار کلاسیک داشته باشید شای الا ولا بود ماکروسکوپی باشه، میتونه میکروسکوپی هم باشه. خب نتیجه که در انتهای این بحث میخوام بگیرم اینه که دو تا مسئله اساسی هست که کوانتوم داره که از لحاظ فیزیکی کوانتوم فعلی مشکل داره. یکی حد کلاسیکشه، یکی هم مسئله اندازه گیری. بفرمایید. من همین چیزی که مشکل دارم اینکه چرا اینقدر آقای کار میکنم چرا اینقدر تاسفش نیست بشه بحث بیداشین تقلیل دادن قابل ببخشید آقای بر نیست همه شخصیت هایی الان آقای وینبرگ هم داره تمی حرف ها میزنه. ببخشید برای این که ببینید مسئله مهمیه. اگر یه تئوری ادعا میکنه که جهان شموله و من از جهات مختلف میتونم بحث کنم که جهان شمول نیست، ولی اگه ادعا میکنه جهان شموله باید بتونه تا همه سواله را جواب به عنوان یه تئوری ناقص که تعداد زیادی پدیده ها را توضیح میده هیچ کس باش مشکلی نداره، ولی همه سوال را جواب میده نه، برای اینکه کوانتوم مکانیکس اصلا با گرانش الان رابطه ای نداره و باید باش رابطه داشته باشه. آیا این کوانتوم فعلی میتونه داشته باشه؟ به نظر حقیقت و به نظر بسیاری از عازم علما نمیتونه تا وقتی این معنی نیست خاطر چه در کوانتوم گرانش همه رو باید توصیف بکنه به اعتبار خودش همه چی؟ نه، یه وقت شما یه تئوری جزئی دارید عمل میکنید جزئی، حتی قائلیم که اگر رابطه L مساوی با L صفر ضرب در یک به علاوه آلفا تیلا بنویسید این فرمول قشنگ یه سری آزمایش ها که یه سیمی را حرارت بده طول زیاد میشه قشنگ توضیح کوانتوم مکانیکس فعلی هم یه سری چیزا را از نظر اندازه گیری عدد میده، از نظر مکانیزم به چی نمیتونه بگه. شما دو تا موضع میتونید داشته باشید. یه موضع دون این است که من به اعداد قناعت میکنم، همین کافیه بگید که با چه احتمالی این رخ میده، با چه احتمالی در فلان زمان رخ میده. با این فانه هم یه وقت هم هست مثل اون چیزی که انشتن و وینبرگ و ویتن و این بزرگان گفتن بگون بخوام بفهمم که ته قضاییات چی. اینجاست که تکلیف دون روشن میشه که آیا یه تئوری را کامل میدونید یا ناقص. کسی که میخواد فقط تو آزمایشگاه کار کنه و از این فرمولا استفاده کنه برای اینکه یه دستگاه لیزر بسازه این کم بودی نداره، میتونه به همون اکتفا کنه. آخه ما همیشه توی فیزیک یه فرمول به کار میبریم، یه دونه تحولی رو با یه فرمول استفاده میکنیم و هیچ کم نمیدونه چرا درسته. خب
حالا ما مثلا توی نسبیت ها معادله اندیشنگ داریم، توی یه بارزو میکنیم که ادعا میکنم که اگه معادله شرودینگر رو کنارش همچین اصلی رو بذاریم اون وقت واقعا این دوتا رو یعنی که این هم نمیتونیم پروژیشت نتونیم واقعا بازش بیاریم. منظوره بچه یعنی که بالاخره بعضی چیزا هست که حداقل اصلا بعضی از فیزیکی ها اعتقاد دارن که ما نباید دنبال چرا خیلی باشیم. خب همینه که فیزیکا عقب انداخت، همینه ادعاشون. وقتی جرمن میگه که بور برای 50 سال فیزیک دونه را شست و شویه مغزی کرد، برای اینکه گفتن این سوال هایی که چرا داره ده نکنیم. و اگر این سوال، اگر انشتن، ببینید یه مقاله بود توی امریکن جورنال آف فیزیکس، سردبیرش نوشته بود ده پونزده سال بیست سال پیش، واز اینشتین رایت؟ آیا حق به جانب انشتن بود؟ میگه که بله و نه، نه به خاطر این که گفت علیت فلانه یا فلان چیز فلانه یا فلان چیز فلانه، بلکه برای این که اصرار داشت که باید این سوال را جواب بده. بله بعضی دوستان ما میگن که اگه اینشتین گفته بودن توی سخنرانی که اگه اینشتین در سال 1925 فوت شده بود فیزیک هیچ تأثیری براش نداشت. بنده میگم تمام این تحولی که الان توی کوانتوم اینفورمیشن اتفاق افتاده به خاطر همین مقاله ای پی آر اینشتین بود که یک دو جلسه دیگه بحث میکنه، برای اینکه گفت یه سری سوال داره باید جواب داد. اگه این کنجکاوی نبود به اینجا نرسته بود. ببینید این که اینا میخوان ذره هیگزا کشف بکنن مستلزم اینه که سوپر کندکتورهای قوی تر و قوی تر و فلان چیز قوی تر و قوی تر اینا بسازن. برای اینکه بیان برن تو فضا باید چیزای سبک هم می‌کردن، بنابراین مجبور شدن چیزای کوچیک‌تر و کوچیک‌تر و کوچیک‌تر بسازن. الان خیلیش به شما به صورت موبایل و آیفون و همه این چیزا هست. خیلی اگه والا شما رادیوهای پیشا نگاه کنید با رادیوهای این اندازه فعلی مقایسه کنید، فکر می‌کنید اگر این تحور نبود برای اینکه بخوان اونجا راه پیدا کنن می‌مدن سراغ کوچیک‌سازی و فلان از این. سوالات اساسی مهمه و اونا که چرا رو گذاشتن کنار، بعد از یه مدتی فهمیدیم که این درست نیست. دقیقا همون آمد رای دقیقا شما شرح حال فیزیک دونه که الان منتشر میشده بخونید تا ببینید چگونه دقدقش دارن. اگه بشر اصلا این سوال برش نباشه امتیازی به نظر من بچه ها پایان نداره. ببخشید.